سلام سلام به همه تازه عروسا، شادومادا. امروز عروسی داریم، چه عروسی چه دوماد شاخ شمشادی. به 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 به، چون برنامه ما همیشه فرهنگ ساز بوده، الان هم میخوایم در مورد ازدواج آسان حرف بزنیم، ترویج ازدواج بدیم که همه تون عروسی کنیم. سال دیگه دوست دارم این موقع سه نفری با یه بچه 6 ماهه بشین پای برنامه ما و عشق کنید، چون اکثر مخاطبای ما خب بچه های 6 ماه تا 3 سال هستن دیگه. واسه همین خب برنامه‌مون اینقدر مؤدبانه و فرهنگی و آموزشیه که دیگه حرف نداره. یه عروسی ببینید، یکم فضای عروسی آشنا بشن مردم. بله البته این عروسی مد نظر ما نبود، ولی خب این اتفاقات هم میفته توی عروسی دیگه. بارها شده که خود عروس و داماد هم کتک خورد. آقا یه عروسی درست حسابی نشون بدید. آره نه بابا، میخوایم مردم رو تشویق کنیم به عروسی برن عشق کنن. آها عروسی درست حسابی نداریم؟ ای بابا خب ولش کنی ولش کنی. یه خانومی توی فلوریدا بدون اینکه به مهمونا بگه با همدستی آشپز توی غذای عروسی ماریجوانا میریزه. بعد خب یه سری تپش قلب میگیرن، یه سری کلا بد میرن بالا. مهمونا خب اومده بودن مفت بخورن دیگه، نمیدونستن که توش علف داره که. همه 3-4 تا کاسه واسه خودشون کشیدن، نشستن خوردن. یهو 10 دقیقه بعد دیدن ایلان ماسکن و دارن توییتر رو میخرن، اونم تازه از فضا. بعدم ازش پرسیدن چرا این کارو کردی؟ گفته میخواستم عروسی شادی داشته باشم. خب عروسی همینجوری شاد هست دیگه، همه میزنن میرقصن، کسی واسه عزاداری نیومده بوده که. قیافه عروس رو ببینین تو رو خدا، کی آخه تو رو میگیره؟ از قیافت 3 کیلو ماریجوانا میریزه. چرا اصلا اینو گرفتی؟ واقعا بعضی از دخترها شانس دارن ها. این از این، بعد دخترای ما مثل دسته گل نشستن تو خونه، اصلا شوهر نیست. حالا این رسم اگه توی ایران مد بشه خیلی جالبه. تریاک میریزن، همه مهمونا نشه میشن. بیا درستش کن. پلیس هم اینو گرفته و قرار دادگاهیش کنن که بدون اجازه اومده این کارو کرده. عروس شب اول ازدواج توی سلول انفرادی بوده. بیچاره دوماد شاخ شمشاد. ما دامادای شاخ شمشاد چی میکشیم از دست شما؟ یه فیلم از عروسی خارجی ببینین بشوره ببره تو خدا. آره. آره یه فیلمی نشون بدید. خارجی ها عروسی رو به مسخره بازی گرفتن. زن و مرد رو جدا کنید مثل ایرانی ها. عروس با فامیلاش اونور جیغ جیغ کنن، این ورم دوستای دوماد محمد خردادیانی برقصن و جمع شاد بشه دیگه. بعدم دوماد بره توی زنونه، همه جیغ بکشن، شورتاشون رو بکشن سرشون. انصافا عروسی های ایرانی از این مسخره بازی نداره. خیلی دیگه حرف از عروسی شد. آقا یه دزدی، قتلی، غارتی چیزی پخش کنین، بیننده عادت نداره به این همه شادی. آها نداری؟ کلن عروسیه؟ خب اینجوری که مخاطب از دست میدیم که. اینا عاشق خلافن، کسی به فکر عروسی نیست این دور و زمونه. ببخشید تلفن من. سلام مادرم. اه سینا تویی؟ جانم این هفته میخوای در مورد عروسی حرف بزنی توی برنامه؟ خب سوژه عروسی که آب گوش میده توی عروسیش؟ باشه داداش. نه من اونو نشون نمیدم. نه خیالت راحت باشه، من اصلا استفاده نمی کنم که تو استفادهش کنی. نوکرتم بابا، این حرفا چه خاک پاتم. من به خاطر تو رنگ گردنم هم میدم. چشمایی خیالت راحت سینا، قربونت برم، خدافظ. بله این سوژه عروسی بود که توی آب گوش میدادن. اون چیه؟ آقا همونو بذارید، من میخوام حال این سینا رو بگیرم. آره نه نه بذارید با من. تو ایران هم از این مسخره بازی ها داریم پس. خب به مهمونا اون همه نخود و سیب زمینی میدی، تا ختم سرون بچه باید بگوزن که. به خدا اینا رو هم باید دستگیر کنید. فکر کن عروسی فامیلته، ایرانی ها خب 3 روز قبلش چیزی نمیخورن که برن اونجا بیافتن رو غذا دیگه.
بعد میای میبینی غذا آب گوشته، تازه خود عروس هم داره میکوبه، دستش هم خسته شده، مهمونا باید دونه دونه پاشن بکوبن دیگه. آقا واقعا من نظرم عوض شد، اصلا عروسی چیه؟ هم قرار اول خونه و دنگ و کافه و اینا رو بدید، به خدا بهتره. من خودم یه بار ازدواج کردم، البته خب همون شب اول عروسی طلاق گرفتیم ها، شام سوپ دادیم، آقا مهمونا ریخته بودن، بابامو گاز میگرفتن، لباسای عروس رو پاره کرده بودن دختر خاله ها، اینور داداشای عروس من از دو طرف میکشیدن، نزدیک بود به خدا از وسط پاره بشم. یه سری از فامیلا که از راه دور اومده بودن صندلیای سالن رو خورده بودن از گشنگی. منم اومدم خب یه جوری مثلا جو رو آروم کنم، رفتم پشت میکروفون گفتم بابا این پیش غذاست، جمع یکم آروم شد، گفتم بابا زود قضاوت کردید، این پیش غذا بود، غذای اصلی خورش کرفسه. هیچی آقا، همه زدن زیر میزا، هر کی با یه صندلی بهم حمله میکرد، کیک عروسی رو هی میزدن تو صورت من و عروس. این رسمی هست که عسل میذارن تو دهن عروس دوماد. آقا ما دستمون رفت تو عسل، نصف فامیلای دوماد و اینا اومدن هی دست ما رو گاز میگرفتن. همون شب مجبور شدیم جدا بشیم، واقعا دیدیم این دوتا خانواده اصلا به درد هم نمیخورن. با این وضع قیمت ها این دفعه بخوام عروسی کنم فقط میتونم نیمرو بدم. توی کارت دعوت هم مینویسم عروسی این دو گل تازه شکفته با صرف نیمرو به عنوان شام. پشت کارت هم مینویسم بدون بانو، هر کی میاد زنش رو نیاره، چون اون دفعه همه زناشون آورده بودن. آقا ما تو راه فرار کردن از سالن عروس اینا هی چنگ مینداختن، به خدا رفتم دکتر، فکر میکردن 18 تا خرس بهم حمله کردن، سازمان محیط زیست میخواست بهم خسارت بده. آب گوشتم چیزی از ماریجوانا کم نداره، اونور همه تپش قلب گرفتن، اینجا همه نف کردن، با تو روده و معده وزیدن گرفته بوده، هیچی دیگه، هر کی بلند میشد یه غری بده یه بوی بدی هم توی فضا میپیچیده، دیگه کسی اصرار نداشته کسی برقصه، صف توالت هم از اینجا بوده تا میدون فردوسی، مثل بچه آدم دو تا سیخ کباب بذارین جلوی مهموناتون بخورن دیگه، چرا هی خلاقیت به خرج میدی؟ اگه بخوایم آب گوشت بخوریم خب میریم دیزی پزی دیگه، نمیام عروسی شما. 18 کیلو سیب زمینی و 90 کیلو نخود و با 100 گرم گوشت ریختی توی قابلمه واسه 300 تا مهمون، الان دیگه اکثر عروسی‌های اطراف ما داره به هم میخوره، کمتر ازدواج میکنن مردم، اونایی هم که ازدواج میکنن ما خودمون پادرمیونی میکنیم، طلاق میگیرن راحت میشن. یه عروسی ایرانی ببینید بشوره ببره، فکر نکنید همه عروسی‌های ایرانی مسخره بازیه، خیلی هم انصافا درست و حسابی مراسم میگیرن، آدم حال میکنه. اف ار رو این ار ار و ار ار رو نزن حرف و غلط کردی زدی حرف و من عاقد بدبخت و بگم مهریه زوجه خوشبخت و ای بابا، اینم که دوتا خر بودن داشتن ازدواج میکردن، نمیدونم ولی انصافا ببینی چقدر سنگین رنگین وایستادن واسه ازدواج، خدایا کارمون به کجا کشیده؟ خرا ازدواج میکنن، ما اینجا هنوز درگیر دید زدن دختر هوشنگی هستیم. شب به شب برو اینستا دخترهایی که پاهاشون رو میزنن رو دیوار یا 180 میزنن رو ببینیم، یا اینا که همش از پشتشون عکس میگیرن، به خدا آرزو به دل من موندم از جلو ببینم این دخترها رو، دیگه همه از پشت دارن عکس میذارن. آقا ول کنی تو رو خدا بریم، نه یه پیروزی چیزی نشون بدین تا من بیام. چرا غیج رفتین؟ مگه من نگفتم پیروز بذارین؟ چرا با من لج میکنین؟ میام تو غذاتون ماریجوانا رو نخود میریزم، هم تپش قلب هم گوز با هم بگیرید.